با درود فراوان به شما عزیزان، به یکی دیگر از برنامه های زندگی تازه خوش آمدید. این برنامه راجع به اعتیاد هست و سعی ما در این است که اطلاعاتی رو که راجع به بیماری اعتیاد هست رو خدمت شما بیاریم با اشخاصی که تخصص دارن راجع به این مسئله، شاید که خودشون هم تجربه کرده باشن که این بیماری رو داشته باشن، تجربه کرده باشن که استفاده کرده باشن از رفتارها و موادی که ممکنه بیرون باشه و یا اینی که متخصص هستن و در قسمت‌های مختلف تخصص دارن راجع به ترک و یا کل بهبودی. جناب آقای مجید مولوی پور امروز با من هستن، ایشون مهمان نیستن، ایشون قسقس جزوی از صابخونه های این برنامه هستن که ماهی یه بار گهگداری حتی بیشتر در خدمت ما هستن و خوشحالم که امروز با ما هست. سلام عرض می‌کنم خدمت شما خانم دکتر و بینندگان محترم. کماکان ادامه میدیم در مورد مسئله اعتیاد، یه دونه مسئله بسیار بغرنجی. بله. که بالاخره خوشبختانه خود دولت آمریکا اقرار کرد که دیگه صداش در اومد، بس خرابه. دیگه صداش در اومد. مثلا دفعه پیش شما داشتین صحبت میکردین راجع به بیمه ها، من یک برنامه مسئله رو دیدم که اتفاقا یاد شما کرده بودم امروز صبح که داشتم آخرین اخبار رو میخوندم، که بعضی از قسمت هایی که از نظر دولتی میتونن کمک بکنن دارن سعی میکنن که کمک بکنن اگر که اون بیمه هایی که قراره که کمک بکنه به اشخاص که برن به خانواده ها و خود شخص که برن به فضای بهبودی و نیستش که کمک بکنه، میتونین که به خود دولت زنگ بزنین به جاهای مختلفی که ممکنه که کمکتون بکنن. در اینجا مقاله هایی هست که شروع کرده نوشته شدن، توی گوگل بکنین مینویسن addiction and insurance، که مثلا تو استیت نیویورک تو خیلی از استیت ها وجود داره. در اینجا شما هر جایی که هستین حتما طبق همون صحبتی که شما فرمودین دفعه پیش برین و با مراکزی که میتونین تماس بگیرین که از خود دولت برای شما سابسیدی میارن و میتونن که کمکتون بکنن که مقداری این رو بپردازین. قبل از اینی که من کل مبحث رو به دست شما بدم، برای آرشیو این برنامه اگر لطف کنین برین به آدرس فیسبوکی که روی صحنه تلویزیون میبینین برین لایک بزنین فیسبوک رو، مقالات مختلف اونجا هست و آرشیو این برنامه ها هر هفته اونجا براتون خواهد بود که بعضی موقع ما رفرنس میدیم به صحبتی که قبلا کرده بودیم. خب ببینید، شما تنها شاهد من هستید که من و شما و دیگر دوستانی که برنامه دارن 6 ساله یا بیشتره ما داریم راجع به قرص هایی که مواد مخدر توش هست دارن داریم گلمون رو پاره میکنیم و بالاخره بعد از 6 سال دولت آمریکا متوجه شد که بیش از 2.2 میلیون و خورده ای از مردم آمریکا فقط معتاد هستند به اوپیت. بله. پرسکریپشن دراگ. اوپیت هایی که تمام داروهایی که برای درد هست. برای درد با نسخه نوشته میشه. و حالا وسط حرفان میگم که چقدر باید مواظب باشیم برای اینکه این گسترشی که پیدا کرده داروهایی که برای نسخه نوشته میشه و چطور بچه های ما بلافاصله اینا رو ور میدارن، برای اینکه اغلب پدر مادرها، آمریکا یه مملکت چند ملیتیه و خیلی از قدیمی ها آنچنان سواد ندارن که what's going on، بنابراین این دارو رو ور میدارن میزنن توی جعبه داروها توی دستشویی و به همین دلیله که مثلا قرص واکدین توی جونیور هال اسکول 2 دلاره ولی تو مارکت 6 دلاره بازار سیاه، یعنی بچه ها بر هم دیگه میفروشن و از خونه خودتون هم برمیدارن بعد میفروشن. در حال حاضر که من دارم با شما صحبت میکنم، از اول برنامه تا آخر برنامه 19 نفر در آمریکا اووردوز میکنن هر ساعت که من فقط از پیلز یا از هروئین؟ از اوپیت. از اوپیت. ولی این حتی کسانی که هروئین استفاده میکنن و معلوم نیستش همه رو با هم، همه رو ممکنه با هم گفته باشن. من دو هفته سه هفته پیش من گفتم 13 نفر ولی تا حاد شد من تو سی ان ان دیدم که نوشته 19 نفر. بنابراین داستان انقدر خطرناک شده که دولت آمریکا دست روش گذاشته.
متاسفانه اگر که داروهای ضد درد بخواد از بازار بره بیرون، هنوز اینا داروی به خصوصی رو نتونستن جایگزینش کنن. الان داروی جایگزین یکی سوباکسونه، یکی ترامادوله. توی هیستوری مواد مخدر سالیان سال از زمان 1600 که جنگ تریاک انگلیس با چین بوده، همیشه نشون داده مواد مخدر بالا پایین داره و الانم احتمال زیاد سوباکسون و ترامادول که دوتا پین کیلر نان اوپیاد هستن، اینا وارد بازار خواهند شد و همون داستانو داره. البته توی امروز توی توی یک برنامه دیگه بود که من داشتم نگاه میکردم و از تو اینترنت گرفتم، چیزی رو که نشون داده گفته بودش که FDA Federal Drug Association کاری که داره انجام میده اینه که میخواد بوپرونورفین رو کاری که بکنه اینه که بیاد رو زیر 4 تا چیپس بزنه. بله، 4 تا چیپس هستش که میذارن زیر پوست و به خاطر همین اگر که بوپرونورفین که همون سوباکسون تلفیق سوباکسون هست رو انجام بده، حداقل اشخاص توی بازار آزاد ممکنه نفروشنش، مجبور میشن برن پیش دکترها حتما این کار رو بکنن برای اینکه وزیر پوستشون بذارن. و مثلا متادون کلینیک ها هستن که شما حتما باید برین اونجا بگیرید و بیاید و میتونن مانیتور بکنن، سعی بکنن که این کار رو با بوپرونورفین انجام بدن که اگر درد احتیاج هست، چون بوپرونورفین در واقع داروی درد بود که بعدن اومد به سوباکسون. آره، ولی کن سوباکسون اینقدر قدرت کشندگی درد رو نداره. ببینید اینا اومدن 1.3 بیلیون سرمایه گذاری کردن، بودجه گذاشتن و این 1.3 بیلیون با همین 2 میلیون خورده ای میشه یک روز اکسترا دیتاکس. دیتاکس هر روزش $1,000. بنابراین این هم میدن به بیمه ها، بیمار هم همون طبق اون صحبتی که کردیم میگن آقا به جای 10 روز بکنین 11 روز. درست شد؟ این چویسی نیست با این وضعیتی که داروی جدیدی نیست برای درد. بنابراین اینا جامعه رو اول باید بدن به قسمت هارم ریداکشن، یعنی باید کم بکنن. نه، یعنی اینکه خطراتش و خطرات اووردوز و خطرات چیزای ایلیگال رو ببرن بیرون، که این از طریق مثلا سوباکسون انجام میگیره، از طریق ترامادول انجام میگیره. یه کار دیگه هم که تو 2-3 تا استیت دارن انجام میدن اینه که خونه هایی دارن به وجود میارن که کسانی که میخوان برن هروئین و تمام اوپیه دار استفاده کنن، در حقیقت برن اونجا استفاده بکنن که یک مقدار از خود اونها بگیرن و ترکیبش مشخص بشه که باز مقدار مرگ و میر داره اینجوری کمتر میشه و نه اینی که هنوز به ترک رسیده باشه یا اینی که طرف بتونه فانکشنال باشه توی زندگیش. فقط کسانی که الان دارن استفاده میکنن و مکررن اووردوز میکنن در هر ساعتی 19 نفر، این مقدار مرگ رو کمتر کنن. چون دراگای دیگه هم داره میاد، مثل فنتول داره میاد که باز گفتن اونم خیلی داره کشدار به وجود میاره، چون اشخاص نمیدونن و نمیشناسن. طرف میره از دراگ دیلرش یه چیزی رو میگیره یا میره حتی پزشکش ممکنه یه چیزی رو بده و چون بدنش بیشتر میخواد یا اعتیادش بیشتر میخواد، این داروها رو بدون اینی که دانشی داره راجبش داشته باشه داره استفاده میکنه و اوجی داره استفاده میکنه که فکر میکرده یه داروی معمولی قبلی رو میخورده ولی پتانسی این داروی جدید رو نمیشناسه، در نتیجه تبدیل میشه به مرگ یا نان فانکشنالیتی. ببینید توی این برنامه من و شما تکلیفمون رو باید روشن کنیم و بینندگان رو بهشون این اطلاع رو بدیم که داستان چیه، آیا بهبودی کامله یا اینکه به اصطلاح یه کسی اگر به جای اینکه 10 تا قرص میندازه بالا یه دونه در روز بندازه بالا و دردش رو ساکت بکنه ایز اوکی. اینجا یه کسی که لقب معتاد بهش تعلق میگیره، این نیستش که داره قرص میخوره یا هروئین میزنه یا الکل میخوره، داستانش خیلی عقب‌تر میره.
یک سری عواطف و احساسات مشکل آفرین در درون این شخص در جریان با سرعت زیاد که اونو وادار میکنه این دارو رو مصرف بکنه تا این جریانات موقتاً بخوابه و هر زمان حتی زمانی که این دارو هم ادامه پیدا بکنه باز این جریانات چون عادت کرده و دارو براش کاری انجام میده اون تلاطم رو انجام خواهد داد. یعنی شخص در بیقراریه، ممکنه که شما نگاش میکنی و انداخته بالا نشه است ولی در درون بیقراری هست، به محض اینکه حالت نشگی بری اون بیقراریه میاد بالا. داستان اعتیاد که همینطور داره میره بالا و 10% مردم 11% مردم دنیا باش اسیرن، این داستانای هارم ریداکشن ها فعلا حالا یه بودجه‌ای بذاریم، وای خطر اپیدمی شد همه مردم امریکا دارن نشه میکنن، اینا همه چی موقته، تکلیف بستگی به بینندگان داره. بینندگان من و شما آدمای معتاد خیلی کم هستن، معمولا خانواده ها هستن چون معتادا اصلا گوش این وقت روز گوش نمیدن. نه اصلا این حرفی که ما داریم میزنیم نشه پرونیه برای معتاد، متوجه هستین؟ برای همین تکلیف باید روشن بشه که این شخصی که اعتیاد داره آیا میتونه واقعا خوب بشه و دیگه اون احساسات و عواطف درش حداقل مینیمایز بشه و بتونه لایف رو انجام بده، یا اینکه نه و حالا معتادشون الان سوزن نزنه صبح به صبح بره دم یه اداره یا یه دونه ماشین این آلمان بیاد اینجا بگه آیه فلان بله بیه سوزنتو بزن یا این قرص بخور یا فلان بخور که فقط تو زنده باشی، یعنی یه درخت، یه دونه آدم مخربی باشی به هر جهت، برای اینکه تا زمانی که مواد مصرف میشه اون تخریب در زندگی اتفاق میفته. چرا دارن میگن که مواد نخورین یا مواد نکشین یا مشروب نخورین؟ برای اینکه این اولین ریکوایرمنته که شخص بتونه خودش رو بیلداپ بکنه. با زدن مواد و مشروب نمیتونه این بیلداپ اتفاق بیفته، وگرنه بقیه جریانات ایموشن و راحتی زندگی و چطوری من انجوی بکنم لایفم و چطوری بتونم با این سیستم کره زمین که من فرزندش هستم خودمو تطبیق بدم، نه اینکه کره زمین مال منو باید بزنم تو جیبم. رو معتاد اینطوری فکر میکنه. از تمام کلاینت هایی که ظرف 12-13 سال گذشته تو الان من دیدم و شما دیدیم فقط یک نفره که داره هارم ریداکشن مصرف میکنه، یک مینیمایز دارو بهش داره داده میشه، بقیه نه، بقیه همه تکلیفشون روشن شده است، یا ریکاوری گرفتن یا از ما خوششون نیومده رفتن یه جای دیگه ریکاوری گرفتن یا متاسفانه تو زندانن به خاطر اینکه گوش نکردن، ولی کلن همه اون جریان هارم ریداکشن به هر کسی تعلق نمیگیره. یعنی اینو که داستان متادون کلینیکا اینطوری بوده. بذار من یه تئوری هر دو رو اول این مدل توضیح بدم برای کسانی که باز ممکنه که حرف من نفهم. نه آخه ما خیلی موقع ها چون تو این فضا تخصص 20 چند ساله تو این فضا بودیم، برای ما ها خیلی مسئله روشنه و از جایی بعضی موقع صحبت میکنیم که فکر میکنیم شما خبر داریم با ماها بودیم. واسه همین گفتم اول تئوریشو رو باز بکنم. یه تئوری بودش که میگفتن که کسی که یک رفتاری رو داره انجام میده و یا ماده رو داره استفاده میکنه قاعدتا اگر بخواد ترک اعتیاد بکنه کاملا باید قطع بشه، ابستنتیز بشه. ابستنتیز یه مقدارم از گروه های 12 قدم هم باز شروع شد که اگه شما میخواین شروع بکنین و برین توی فضای بهبودی اولین قدم اینه که همه اون کارها و رفتارها و ماده ها رو باید کنار بذارین تا تازه ما بتونیم به مسائل زیربنایی اعتیادتون برسیم و هم رفتارتون رو عوض بکنیم و هم احساسات و افکارتون رو عوض بکنیم و از اونجا شما رو به جایی که فقط به خودتون فکر کنین و چیزایی که برای شما مطرحه شروع کنین به انسان‌های دیگه هم فکر کردن، تأثیراتتون رو فکر کنین و سیستمتون رو اصلا کاملا عوض بکنین. خب این فاز مسئله توی دنیای روانشناسی هم خیلی خیلی بالا گرفت و اینی که همه میرفتن به طرف اینکه به هیچ عنوان ماده استفاده نشه، رفتار استفاده نشه، قطع بشه، از اون موقعیت‌ها حتی کنار بیاد که نکنه وسوسه بشه، ویارش رو انجام بده. پس این میشد جوری که ما نگاه میکردیم به کل ماجرا. چون این رویه رو یه مقداری انجام دادن و دیدن که
برای برخی از آدم ها موفقیت به وجود میاره، برای برخی از آدم ها موفقیت به وجود نمیاره. یعنی اون شخص میومد همه چیزو ترک میکرد، ممکن بود چند ماه هم بتونه کاری نداشته باشه با اون رفتار یا اون ماده، و رفتار که دارم میگم مثل قمار، مثل سکس زیاد از حد و با کسای مختلف داشتن، مثل خرید زیاد یا هر چیز رفتاری، کارهایی که تو فضای رفتاری انجام میشد و یا ماده ها. وقتی که این رو میدیدن، میدیدن که طرف اون کار رو انجام نمیده، ولی خودشو پرت میکنه توی کار دیگه ای که باز خطرناکتر میشه. ممکنه که مثلا هروئین دیگه استفاده نمیکنه، ولی میاد تا خرخره مشروب میخوره، بعد یه سری زیانهای دیگه داره، بعد اونو دیگه نمیخوره، بعد میاد علف میکشه تا خرخره، یا اونو بل میکنه و میره قمار بازی میکنه، پولاشو میبازه. در نتیجه میدیدن که با اینی که اون ماد کنار میاد، ولی فانکشنالیتی اون شخص انقدر کم میشد که یک جوری دوباره میرفت و خیلی سریع، یعنی اصلا فرصت به خودش نمیداد که بتونه این قدم ها رو بره، چه در گروه های 12 قدم، چه روانشناسی رو بره، که زمان برای اون بقیه مسائل آماده کنه. انقدر بالا پایین میرفت که فوری خودش رو از یک کار خطرناک پرت میکرد توی کار خطرناک دیگه، و زندگی بدتر میشد، زیانها بدتر میشد. از اینجا برخی نگاه کردن به اینه که شاید ما به جایی که همه رو برداریم، باید آروم آروم بیاریم، اول یک شخصی رو بیاریم تو مدل کمتر، مثلا رفتارهای کمی کنترل شده باشه، و یا اینه که داروهای مقدار کنترل شده باشه، مواد کنترل شده باشه، تا اون شخص بتونه از یک قدم، از یک پله اول بیاد یه پله دیگه، زندگیشو اینجوری تجربه بکنه، بعد از اون پله شاید بیاد پایین‌تر، شاید بیاد پایین‌تر. برخی از آدمام حالا به خاطر سنشون بود، به خاطر اینکه که مواد شیمیایی بدنشون انقدر تغییر پیدا کرده بود که بدون این دارو اصلا نمیتونستن فانکشنال باشن. در نتیجه برخی از آدمام میدیدین تا آخر عمرشون با یه دوسج خیلی خیلی پایین نگه داشته میشدن، و یا اینی که برخی ها پله به پله میومدن پایین تا بتونن در زندگی فانکشنالیتیشون داشته باشن، میتونن کار بکنن، میتونستن مثلا روابطشون رو داشته باشن. امید بر این بود توی این هارم ریدکشن تیوری که اون شخص نه خودش رو بدتر خراب بکنه، نه زندگیشو داغون بکنه، نه خودشو به مرگ ببره، نه خودکشی بکنه، و توی این فضا ماها زمان بخریم که بتونیم اون مسائل زیربنایی رو هم آسون آسون آماده بکنیم براش، و رفتارهایی که در روز و در زندگی داشت انجام میداد رو تغییر بدیم، عادتهای جدیدی به اون یاد بدیم تا بریم قدمهای پایین تر برداریم. این دو تا تئوریه که در حقیقت کماکان داره جلو میره. حالا بعضیا میرن توی هارم ریداکشن و توی اون دارن زندگی میکنن، فانکشن میکنن، بعضیا مدتی میرن توی این فضا بعد کلن رها میکنن، و برخی هم کلن رها میکنن، برخی هم که میمونن توش و مثل آدم های اووردوز میکنن. همونطور که گفتید اینا تئوری بود، یعنی اولین تئوری که اومد هارم ریداکشن بود و با متادون شروع شد. در تمام تجربه 19 ساله من که از این 19 سال فکر میکنم 6 سالش غیر حرفه‌ای بوده و بقیهش حرفه‌ای بوده، یک مورد من به خصوص تو تارزولا که کار میکردم، یک مورد از کسایی که میرفتن متادون کلینیک نیومده بودن داستانو کم بکنن، هم متادون میزدن هم هروئین میزدن. بنابراین این جریان هارم ریداکشن فقط همون هارم چی میشه به فارسی؟ آزار، اذیت، ضرر، ضررشو، ضرر مرگیشو تونستن جلوشو بگیرن، کار دیگه ای نتونستن انجام بدن. بعد یه نوع داستان دیگه ای الان اومده وسط. اجازه بدین آن معرفی بدین. ببین، ضرر مرگ رو از بین بردن، ضرر دزدی، ضرر اینه که از خونهشون میدزدیدن، بله بله بله، توی مثلا توی میافتادن به زندان، کسی دیگر رو میرفتن ازش سرقت میکردن، به خاطر سرقت پول یا مواد ازش میرفتن. در نتیجه مقدار ضرری رو که بازتابش رو نگه میداشتن با این کارا خیلی میشه کمتر شده بود. ولی ببینین، از اون ور مثلا یک کسی که متادون مصرف میکنه، بعد از یک سال صبح که از خواب بلند میشه، این انگشتا دونه 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 باید باز بشه، برای اینکه متادون میره توی سیستم استخون، تو مولکولای استخون، و این در اختیار خودش نیست، دونه دونه انگشتای صبح باید باز بشه، پا دونه دونه باید کار بکنه. یعنی یه همچین ضررهایی هم زده میشه.
یه چیز دیگه ای که اومد و کار کرد که الان بسیاری از مردم به خصوص جوان ها زمانی که دیگه خیلی مجبور بشن میرن تو تریتمنت ها این کار رو انجام نمیدن، هنوز تیپر کردنه، کم میکنن اون به مرور زمان کم میکنن و شخص رو همزمان که دارن کم میکنن باهاش کار روانی انجام میدن. ایران هم این کار میکردن، تریاک که میخواستن ترک بدن شیر درست میکنن. بله. بعد کار روحی روانی هم باهاش انجام میدن، شخص اون رشد رو میکنه و نگاه میکنه که مثلا اگر من اینقدر تریاش میکشیدم در روز، حالا مثلا اینقدر دارم میکشم، خودم به نظر خودم میگم که آقا مسخره کردی خودتو، راحت میزنمش کنار، یکم طولانی تره ولی کیساش موفق بوده. اما هنوز این ببینید، ممکنه من و شما اگر بریم یه جایی یه کسی نشه باشه، یکی فلان باشه، مشکل داشته باشه، زیاد خب میفهمیم چطوریه، ولی یه طوری اون اخباری که من دارم میشنوم اینا نشون میده که آمریکا هول شده، برای اینکه یهو سورپرایز شده که چه خبره، چه خبر نیستش. حالا ما هرچند که سیتیزن آمریکا هستیم ولی زیادم کار نداریم، ما صحبتمون با فارسی زبان ها که شما میخواید درصد اعتیاد در فارسی زبان ها و کلا در ایرانی ها در و در ایران حسابیه. بله میخوام بگم که امریکا فکر میکنم مال خودش کمه، که حالا دیدش مال آره. بله اینه که ببینید داستان اعتیاد کاملا عین مرض قند و سرطانه. یعنی یک کسی که میگه من کانسر سوروایور هستم، نه اینکه من سرطان گرفتم رفتم دو سه ماه رفتم شنگاه خدافزی کردم رفتم، نه، مرتب اون چکینگش رو انجام میده. کسی که مرض قند داره خیلی بیشتر شبیه آدم های معتاد این منه که روزانه قندش رو چک میکنه. یه دونه آدم معتادی که میخواد حالش خوب بشه، میدونید اینی که آقا بالاخره این آدم معتاد که اینقدر پدر ما رو درآورده، اگر این کارو بکنیم این کارو بکنیم حالش خوب میشه، میتونه حالش خوب بشه اگر روزانه خودش رو چکینگ بکنه. متوجه هستین؟ حالا برنامه 12 قدمه یا میره پلوی مشاور، ولی مشاور بهش اینو میگه که روزانه تو چه کارهایی رو باید انجام بده، کافی که مواظب خودت باشه. آره، که از این 10 تا چیز که بهش میگه کافی یکی رو انجام نده. این همون مرض قندیه میمونه که آب نبات قیچی از ایران اومده میگه حالا یه دونه بخورم دیگه، همون یه دونه حالشو خراب میکنه. نه اینکه بخواد مواد بزنه یا مواد نزنه، کارهایی که باید انجام بده تا حالت روح و روانش یه تا چیز تثبیت داشته باشه. اغلب کسایی که معتاد هستن و این بیماری رو دارن شکاکن، مرتب نگاتیو تات دارن، یعنی فکرشون نگاتیو، میترسن. متوجه هستید؟ عرض به خدمت شما که چیز دارن، آرگومنتال فکر دارن، مرتب با دنیا دارن دعوا میکنن، آرگیو میکنن، خیلی جاجمنتالن. همین 5 تا احساس که هر 5 تاش منفیه، اگر ما این احساس و قابلیت داشته باشیم، ولی یه آدم خیلی کول کیو میشناسید شما؟ خود شما رو ما این احساس رو در شما وارد کنیم چه اتفاقی میفته؟ خب آدم نمیتونه یه چیزی باید به شما بدیم بندازیم بالا تا این احساسات فعلا آروم بشن. نه، برای روی این احساسات باید کار کرد. این در حقیقت کسی که داره قضاوت منفی میکنه و دائم افکار منفی داره و دائم داره دعوا میکنه با خودش و دنیای خودش، احساساتی که در وجودش میاد تشویش، اضطراب، افسردگی، غم، خشم، شرمه، و چون این احساسات و این نوع افکار دائم داره در وجودش قوطه میخوره و بلد نیستش که اون احساسات رو تغییر بده، بلد نیستش که اون افکار رو تغییر بده و حتی فکر میکنه دست من نیست، من کنترلی روش ندارم، و به خاطر همین همیشه میره یک صدا خفه گل میگیره، یک ماده، یک حرکتی رو استفاده میکنه که اون لحظه این احساسات منفی و افکار منفی رو خفه کنه، آروم بکنه، یک کوچولو براش شوق و شعفی رو به وجود بیاره، و در این فضای شوق و شعف فکر میکنه که در کوتاه مدت برنده شده، ولی واقعا این کوتاه مدته و به فاصله خیلی
کوتاه دوباره میره تو شرم اینه که چرا من استفاده کردم، میره در فضای ناتوانی که میبینه من کنترل نداشتم و آگاهی به اینه که من کنترل ندارم و ناتوانم در مقابل این مسئله، دوباره شرم براش به وجود میاره و این سیکل میخوره. دوباره توی این سیکل میره به اینه که اوکی یه مدت انجام نمیدم، ولی چون نمیدونه که چیکار کنه میره یه کار دیگه ای رو به جاش انجام میده، بعد اضافه میکنه، یعنی ضررها رو هی اضافه میکنه. ببین بینندگان شما میگن یعنی یارو مرض داره. آره مرض داره، مرضش هم اعتیاده. بعد میگن که خب نکنه این فکرها رو، برای اینکه آدم ها نرمال این قدرت رو دارن. این اون عدم توانایی یک آدم معتاد اینه که یک آدم معتاد بلد نیست به طور مستقیم بگه که آقا این فکر نگاتیوه و من نمیخوام فکر کنم. مغز این سام ها این همون بیماری سرطان و بیماری قند توش اکتیوه، مگر اینکه یه کارهایی رو انجام بده که این کارها باعث بشه که اون ساکت بشه. نه بعد یه دونه بر اساس همین حرفی که شما زدید، من الان یه آدم معتاد در حال بهبودی هم، موادم مصرف نمی کنم، درسته، متخصص هم هستم. حالا من میام یه دونه طرحی رو انجام میدم، بعد این طرح رو احساس میکنم که داره اونطور که میخواد به من مطابق اون فکر من نبوده، بلا فاصله اگر که من به اصطلاح اون مرضم اکتیو باشه، مرض مصرفیم نه مرض خود مصرف باشم، بدون که با شما مشاوره کنم، بدون که به بابام بگم، بدون که با دوستان بگم، میام یه طرح دیگه برمیدارم میگم اینو درست کردم، بعد شما میگی مجید این طرحی که بعضش از اون یکی خرابتره، همش هم با شما آرگومنت میگم نه شما نمیفهمی. این نشون میده مرض من اکتیوه. زمانی که من این خود آگاهی رو پیدا میکنم که این بیماری اعتیاد که این ریشه درخت در تمام وجود من دویده، زمانی که این خود آگاهی رو میکنم که من بعضی وقتا حتی کردیت هم به خودمون بدیم که بعضی وقتا من تصمیم های بسیار عجولانه و خطرناکی میکنم، اون آگاهی منو وادار میکنه که چند نفر تو زندگیم انتخاب کنم. بگم دکتر فوجان زینی هست، نمیدونم خانون اصلین برخورداری هست، آقای فلانی هست، آقای بیساری هست، از این پنجتا یه مشورتی میگیرم با یه تلفن و مسیر زندگی من انجام شد. یعنی همیشه زندگی من مجید ملایفور بر اساس مشورت با 4-5 نفره. حرفی که میزنین خیلی جالبه، به خاطر اینکه ماها هیچ کدوممون از توی قاعدتا خونمون بیرون نمیایم مگر اینکه خودمون تو آینه نگاه کنیم و اگر که نگاه نکنیم نمیدونیم صورتمون چجوریه یا نمیتونیم مثلا ببینیم که پشت سرمون ممکنه چجوری باشه. یه اتفاقی که میفته برای معتادین به خاطر اینه که قسمت وجود خودشون، مغزشون سپلیت میشه، جدا میشه و خیلی موقع خود مغز داره سر خود ما رو کلا میزنه. یک گروهی از افکار خودمون و اون بیماری اعتیاد که در مغزمون هست و در حقیقت اونه که داره ما رو دوباره با سر خودمون کلا میذاره، ممکنه که تصمیم گیری هامون نسبت به تاریخچه‌ای که داریم با این بیماری اعتیاد به ما نشون بده که من ممکنه که تمام مدت نمیتونم اعتماد کافی بکنم به تصمیم گیری های خودم، یعنی قسمتی از وجود من میاد و هایجک میکنه، میبره اونو. پس چیکار میکنم؟ میام اون افکار خودم رو با یک شخصی که خارج از خودمه، مثل زمانی که من میرم آینه رو نگاه میکنم، با شخصی که خارج از منه و بهش اعتماد دارم، مشورت میکنم، حرفامو میزنم، احساساتمو میگم، نیتهامو، اهدافمو، کارهایی که میخوام بکنم و بهش میگم و اون در شنوایی که داره گوش میده به من میتونه که شاید تشخیص بده که این کاری رو که من دارم میکنم آیا از میتونم بگم مغز سالمم و قسمت شخصیتی سالمم داره میاد یا اینه که از طرف مغز و شخصیت معتادم داره میاد و اونه که یواش یواش داره میاد اون تو و بهانه کاری میکنه یا تصمیم گیری هایی میکنه که به طرف بیشتر موندن و زنده موندن اعتیادم باشه. این اشخاص رو وقتی ما انتخاب میکنیم در خارج از خودمون و این کار انجام میدیم،
هم نه تنها شناخت خودمون بیشتر میشه از خودمون، هم وقتی که به آینه نگاه میکنی خودت رو میبینی و بیشتر متوجه میشی که چیکار باید بکنی، بلکه ضررهایی رو که ممکنه اتفاق بیفته که اون قسمت معتاد ما داره تصمیم گیری ها رو میکنه رو شروع میکنه نگه داشتن و قطع کردن. خودآگاهی خیلی مهمه. شما اگر که اگر توجه بکنین تمام پزشکان، چه کسی که متخصص اعتیاد تمام پزشکان نان متخصص اعتیاد وقتی یه دونه معتاد رو میبینن اولین چیزی که تو فکرشون میاد این بایپولاره، دو قطبیه. به خاطر همینه توی 5 جلسه صحبت کردن اون پزشک متوجه میشه که من 1000 جا دارم میرم بالا پایین هم میبینه و میگه که این بایپولاره، در صورتی که میتونم من بایپولار نباشم. اون بیماری اعتیاد من که اکتیوه، چه مواد بزنم چه مواد نزنم. بعد چیزی که میخواستم بگم اینه که یه سری بر اساس این توصیه که شما کردید ببینید، یه سری اطلاعات داره همینطور تو اینترنت میاد. من در اساس سفارش که دیشب شما کردید من توی اینترنت بودم و یه دونه آقای آمریکایی سایکیاتریست متخصص اعتیاد داشت توضیح میداد، منم داشتم توضیح شما هم یه رسیدم به اونجایی که نوشته بودش که شخص زمانی که سوباکسون مصرف بکنه میتونه از طریق الکل اووردوز انجام بگیره، در صورتی که کسی که سوباکسون میخوره مثلا الکل بهش اثر نداره، حالشو به هم میزنه. متوجه هستید؟ داشتم یه مقدار باورش میکردم، اینم مطالب آخر بود که دیگه این آخری خوندم، منم معتادم دیگه هیچی رو باور نکردم. بعد برای همین یه سری اطلاعاتی میاد بالا، عین اگه یادتون باشه تو این تلویزیون و جای دیگه بود صحبت میکردیم که بر اساس 4-5 سال پیش بر اساس پلاتیک دارن الان میگن آقا ماری جوانا خوبه و برای همه چی خوبه و میخوای بخوابی اینو میخوای بخوری در صورتی که این همه چیزای اینترنتی الان بر اساس بیزینسه، یعنی بر اساس سیاسته، با واقعیت ها فاصله داره. بعدم گفتم این داستان هارم ریداکشن برای یه دونه برای شخص خود معتاد با این تلاطم وجودی کار نمیکنه. ممکنه یه مقدار جامعه رو سیف نگه داره از ضرراتی که معتاد میزنه بهش، ضررات خطرناک مرگ هم تو که سرقت تجاوز اینا، ولی به اعتیاد به بهبودی کمکی نمیکنه. خیلی خیلی درصد پایینی، شاید 0.5% هم نباشه از تمام اینه که هارم ریداکشن رفتن اینا اومدن بیرون نزد. چرا؟ برای اینکه اون مغز توی اون فاگ دراگ میمونه و نمیتونه فانکشن بکنه. اگه بخوام اینو یه جور دیگه توضیح بدم، بلا راجع به مسئله اینترنت، ببین مثل هر اخبار دیگه ای ما تنها اتفاقی که برامون افتاده اینه که دسترسی پیدا کردیم به اطلاعات خیلی زیادی، و نه تنها مثلا اگه تلویزیون رو نگاه میکنیم، تلویزیون ممکنه اشخاص مختلف با ایده‌های مختلف خودشون بیان، الان دسترسی پیدا کردیم به اینترنت. به خاطر همین اطلاعاتی رو که شما دریافت میکنین رو همون کاری که شما داشتین انجام میدادین با شعور خودتون، با ذکاوت خودتون بسنجین و ببینین که وقتی که چند نوع مختلف از جایگاه مختلف آرتیکل‌های مختلف ویدیوهای مختلف رو نگاه میکنین، اگر ده نفر از 10 نفری که تقریبا آدم های رتبه های بالایی در این کار رو دارن همون حرف رو میزنن، قاعدتا درصد اینی که اون اطلاعات صحیح باشه برای اون برهه زمانی درصد بالایی داره. بنابراین اون اونطوری شما بسنجید. قسمت بعدی که داشتین شما تعریف میکردین، من بهتون قبلا هم گفتیم که خود پروسه بهبودی ممکنه که از سمزدایی شروع میشه، کمیشه گفته بودیم سمزدایی 10%، 90% بهبودی بعد از سمزدایی تازه اتفاق میفته. و اگر این رو من ترکیبش بزنم با اون صحبتی که شما فرمودین، اینی که ضرر رو پایین میارن هارم ریداکشن، هنوز شما تو اون 10% دارین کار میکنی. وقتی که جناب مولایپور میگن هارم ریداکشن
تمام مسئله بهبودی نیست، نگاه بکنیم اگر این مسئله ضرر رو کمتر کردن و کدوم قسمت بذاریم، باز میره تو اون 10% سمزدایی. یه نفر میاد دو روزه این کار انجام میده، بعد میفته توی بهبودیش. یک نفر میگه من 40 سال میخوام این کار انجام بدم، بعد تازه بیفتم تو برنامه بهبودی. یعنی اون قسمت تا زمانی که اون نوع مواد مخدر که مغز رو آلتر میکنه، تغییر میده، وجود داره، قاعدتاً مغز هنوز با همون مواد مخدر داره صدا خفه کنش رو به وجود میاره. در نتیجه شما هنوز تو اون 10% دارین دیل میکنین. تنها چیزی که ممکنه که برای یک نفری بهبود میاره، نه اینی که در مسیر بهبودی هست، اینه که برای مسائل خیلی خطرناک اون شخص رو از جایگاه خطر میاره پایین. خودکشی نمیکنه، مسائل قانونیش کمتر میشه، مسائل مالیش ممکنه، ضررهای مالی کمتر بشه، ضررهای وایلنس و خشونتش ممکنه کمتر بشه، ولی هنوز از نظر بهبودی واقعی تو همون 10%. در مورد سمزدایی صحبت کردید، ببینید کسایی که متخصصن و سابقه اعتیاد دارن، این خود من، ما توی تئوری اصلا نمیریم، بیشتر تجربه رو نگاه میکنیم. حدود فکر کنم 2002-2003 بود که سوباکسون اومده بود توی بازار لس آنجلس و همزمان توی داونتاون لس آنجلس تقریبا به شما میگم روزی چندین کیلو تریاک پخش میشد. چرا؟ کار توی داونتاون سخته، مدتش طولانیه و دوستان که از ایران هم اومده بودن میدونستن یه داروی به نام تریاک هست که میتونه کار رو ادامه بده. بعد وقتی که سوباکسون اومد خیلی جالب شد که وقتی که یه دارو و یه به خصوص یه راه حل داروی میاد، معتاد بلا فاصله اون سلف سنترنسش، خودمحوریش، میگه آقا من از هر کسی بهتر میدونم و اینو میرم مصرف میکنم، احتیاجم نیست که من خودم سمزدایی میکنم. نتیجه این خود سمزدایی این بوده که از 2002 تا حالا خیلی از کسایی که توی دانتان هستن صبح یه دونه سوباکسون میزنن زیر زبونشون و راضی هم هستن و میگن everything's okay. ولی از بیرون وقتی خانوادهشون رو میبینین میگن آقا پدر من، شوهر من، فلان، یه زامبیه، تبدیل به یه زامبی شده، مرده متحرک، مرده متحرکه، احساسی، آره، احساس همه رفته کنار. بعد از یه مدت خودشون هم متوجه میشن که من زامبیم. یه چیزی که نوشته بود این آقای پزشک دیروز دوباره مخالفت منو، یعنی گیرش اگر میبردم میچلوندنش، اینه که سوباکسون قرار بود ایشون آخرین خبرها رو بیانه، رفتم مچگیری کردن. سوباکسون هم ویدرال نداره، یعنی خماری نداره، در صورت که سوباکسون اگر که ادامه پیدا بکنه زمانی که میخواین ترک بکنین، باز خود معتاد میخواد ترک بده خودشو و تریتمنت ها هم بلافاصله میکنن، خیلی سخته. حتی بعضی ها بر من رپورت کردن که سخت‌تر از هروینه، ولی سخت‌تر از متادون نیست، متادون سخت‌ترینه. برای همین این دوستان، هر کس که اعتیاد داره، اینا لازمه با یک شخص دیگه ای، یا متخصصه یا اینکه سابقه این کار داشته، با اون بشینه و اجازه بده که اون براش تصمیم بگیره. این اولین باریه که یک معتاد میگه که من برای خودم تصمیم نمیگیرم. چرا؟ برای اینکه دفترچه معتاد بازه، هر تصمیمی شما برای خودت گرفتی اینجایی هست که الان هستی، بهتریناتو انجام دادی اینجا که هستی. گفتی آقا بر من زن بگیرین، ببینی وضع خرابه. گفتی بر من آقا پول نداشتم، یا کاسب اگر بودم این کارو، کاسبی هم کردی، بازم معتادی، اونم به باد دادی. دفترچه تاریخ زندگی خودتو که نگاه بکنی، ببینی آقا هر کاری که دست دادی بهش خراب کاری کردی. برای همین دست نمیزنی. ببینید یه مثال خیلی خوبی هست، اعتیاد آدم معتاد با ماها اینه آدم معمولی میشه با وکیل. وقتی که چون هنوز کار قانون پیچیدگی های خودشو داره و من آدم معمولی نمیتونم از قانون سر در بیارم، برای من تا یه مشکلی برام پیش بیاد میرم پلو وکیل.
این آقا یا خانم وکیل هر چی بگه من قبول میکنم، یه ورقه رو امضا میکنم بگم شما وکیل منی، هر چی شما گفتی همون رو انجام میدم، میرم جلوی قاضی وای میسم، وکیل به من میگی به جای نه بگو آره و من انجام میدم. چرا؟ چون از اون داستان نمیدونم و اون اعتماد رو دارم، خیلی وقتا هم پیروز از دادگاه میام. آدم معتاد اینطوری نیست. آدم معتاد اشکالش اینه که میگه من همه چی رو میدونم و اون همه چی رو من میدونم کار رو خراب کرده. بنابراین انقدر این من میدونم با قدرت میاد بیرون که خانواده و اطرافیانم تعجب میگن لابد خودش میدونه دیگه، دوباره این چانس رو بهش بدیم خودش اینطوری بکنه، دوباره خودش این چانس. بعد از یه مدت من همه چی رو نابود کرده، بعد خانواده هم عصبانی میشه، فردا میری ریهب، دم در یه دونه ریهب پیادهش میکنن، بعد این سیستم آفتاب پرست میمونه، معتاد میره تو دیگه، بعد بخشتم رفتم تو بیا اونجا، بعد 6 روز هم میدنش بیرون، بیاد میگه من تمیزم، تموشو اینم برقم تریتمنت کمپلیت، میاد بیرون روز اول منزی شب خوابش نمیر، فردا سو داری میره مواد بزنه بلکه برنامهش ناقص بوده. درسته این داستان سمزودایی که شما میگید که به نظر من 10% هم کمتره، 4-5% بیشتر نیست، ولی دورش باید کامل انجام بشه. اگر دورش کامل انجام نشه نمیتونه اون ادامه 94-5% بده. اگر زخمی بیاد بیرون دوباره میره میزنه و این هی این دورو میزنه. یکی از گرفتاریایی که مسئله اعتیاد به داروهای اوپیت و یا داروهایی که مال آرامش بخش، آرامش دو تاست، یکی آرامش بخش، یکی درد کشنده درد رو تسکین میده به وجود میاد برای کسی که معتاده، اینه که اون شخص خیلی آروم آروم فکر میکنه که داره اون چیزی که دکترش تجویز کرده رو داره در حقیقت استفاده میکنه، بعد بدنش اول قبل از اینکه روحیش به اون وصل بشه بدنش به اون وصل شده. ما خیلی موقع میگیم مثلا کسانی که از فکر کنیم نوجوانی شروع کردن به مواد مخدری مثل علف، ماریوانا و چیزهای دیگه استفاده کردن، اول اون حالت احساسی رو، حالت خیلی جوون بچگانه احساسی داشتن، خواستن که ذوق بکنن، لذت ببرن، بعد وقتی درد براشون اومده تو مسائل زندگی رفتن دوباره اون استفاده کردن، لذت بردن و اینا رو به هم وصل کردن و نظر روحی روانی تغییر پیدا کرده. اینی که من چیکار میتونم بکنم که به جایی که نگاتیو فیلینگ احساسات منفیم رو کاهش بدم و یاد بگیرم از راه دیگه ای کاهش بدم، با یک راه دیگه ای برم سراغش. مثل کسانی که ممکنه که غذا میخورن چاق میشن و ولی به جایی که غذا خوردنشون رو تغییر بدن هی میرن دایت پیل میخورن که اونا رو حالت مصنوعی پایین بیاره و تا زمانی که در حقیقت روزی خوردن طریق خوردنشون رو درست نکنن، اداره نکنن و کاهش ندن، این مشکل همیشه میبونه. شما همین مسئله رو نگاه کنید روی روحیه و احساسات. کسانی که احساساتشون بهشون غلبه میکنه و نمیدونن با اون چه کار کنن و به جایی که یاد بگیرن که چجوری احساساتشون رو اداره کنن، افکار منفیشون رو اداره بکنن، فقط میرن یه چیزی رو استفاده میکنن، داروی استفاده میکنن یا مواد مخدر که اونو خاموش بکنه، هیچ وقت این مهارت یادگیری براشون پیش نمیاد. در زمانی که این اتفاق میفته بعدش میان و یک دونه درد تو بدنشون میاد، شروع میکنن خیلی عادی و شاید هم خیلی اینسنت پزشکشون بهشون این رو میده، اونها وصل میشن فیزیکلی به جسمانی بهش وصل میشن و بعد دیگه حاضر نیستن اون رو رها بکنن، چون هر وقت که بیان رو رها بکنن بالاخره درد میاد، درد روحی میاد، درد جسمانی میاد و به جایی که بتونن اون رو تحمل کنن، کنتین کنن، یاد بگیرن که با تحملشون چجوری این رویه رو رد کنن، چجوری با ورزش، با مکانیزمای دیگه دردشون رو پایین بیارن و یا درد روحیشون رو پایین بیارن، اینها ادامه پیدا میکنه و زیادتر و زیادتر میشه، روزی از این مرز خارج میشن که خیلی دیر شده. اشکال دیگه این مسئله اینه که از نظر خودشون هم حضور ندارن که معتاد شدن، خانوادهشون هم حضور نداره که اونا معتاد شدن. برای اینکه خانواده خیلی بیشتر به حالتی که مثلا طرف بره بو بیاد از تو اتاقش ببینه یکی چیزی رو کشیده و چشماش عجیب غریب شده، اومده همون لحظه یک حرکات عجیب غریب کرده و بعد رفته، یا اینی که بوی به خصوصی میده، یا اینی که جای مارک هایی که مثلا سوزن زده رو میبینن بعد نشه افتاده، یا اینی که مثلا داره پول میدوزه
یا رفتارهای عجیب غریب میکنه. با پرسکریپشن پیلز، با داروهایی که برای درد یا آرامش بخش داره وجود میاد، اینا رو نداره. در نتیجه چشم و نشگی رو داره که میفته، ولی میفته، ولی اون برنامه دوزی و نمیدونم بو و مو و این چیزا رو نداره. ولی ببین نشگیش دیگه زمانیه که دیگه اینا یواش یواش دارن دور دوست میکنن. خیلی ها تا برسن به اون جایی که داره نشه یه جایی افتاده، ببین مثلا دارم میگه که من درد دارم، در نتیجه دارم قرصامو خوردم، با افتخارم میگه، تمام خانوادم قبول میکنن، آقا حیوانی درد داره دیگه، قرص خورده خوابیده. یعنی بیشتر این حرف رو میزنن، درد داشته، قرص خورده، خوابیده. بل. یا اینی که مثلا انقدر نظر روحی اعصابش خورد بوده و تشویش و اضطراب داشته، والیوم خورده خوابیده. یعنی این که خورده خوابیده یه چیز خیلی طبیعیه، مثل که بیماریه که یه کار کرده خوابیده. این نیستش که خب داره نشگیشه افتاده. اگه مثلا هروئین زده بود نشه افتاده بود، گفتن اه 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 اینو نگاه کن مثلا معتاد افتاده. ولی دکتر مادرها به خصوص، به خصوص مادرها میدونن طرف وضعش خرابه. اونی که میگن خوابیده رو بر من شما میگن، ولی در درون میدونن something's wrong. نه میدونن there's something wrong، فقط به نظر من نمیارن مساویش بکنن با اعتیاد. این دوتا چیز مختلف. آره دیگه، اون که اگر مساویش نمیکنن به خاطر اون استیگما هست و اصلا نمیشناسن. من چیزی که میخوام بگم اینه که اشخاص فعلا هنوز نمیشناسن این مسئله رو. من فکر کنم میشناسن دکتر. الان ببینید توی تمام دنیا از هر 5 خانوار حداقل، یعنی تو محله هر جایی که شما میرین یکی دوتا معتاد هست که مردم دارن ترین میشن باش. ممکنه که با اینا وابستگی ندارن، ولی دارن تو خیابون تو کوچه نمیدونم همسایه ببینید داد و فریاد از خونه بغل میاد سر اعتیاده. یکی مقدار اون داستانی که مثلا من و شما بچه بودیم اصلا کسی نمیدونه چه فرق میکنه. ولی مواد مخدر دارین میگین، من دارم با پین کیلر و وایکودین میگم. ببین کسانی هستن که من همین امروز میتونم صادقانه بهتون بگم که اون شخص داره کار میکنه، استاد دانشگاه است، داره زندگی میکنه، داره کامیون میرونه، داره زندگی هم تو خیابون پر، که اون شخص میتونیم بهتون بگم 5 ساله 6 ساله که مثلا رو وایکدن و وایکدن هر روز داره بالاتر میشه. دانه. یا شب داره میخوابه میره روی امبین، اون هر روز داره بالاتر میره و تقریبا اینا مثلا بعد از 10 سال خورده ای که فانکشنالیتیشون کمتر میشه، و چون کمتر میشه طرف نمیدونه هنوز چیه. مثلا داره میره دانشگاه درس میده، بعد میبینی یادش میره یا یواش یواش یه سری کاراشو انجام نمیده، بعد هی براش کوتاه میان، یعنی معلوم نیست چی شده، حتما یه اشکالی تو خانواده، حتما با شوهرش دعوا شده، حتما با خزنش دعوا شده، حتما یه مسئله ای شده. و به خاطر همین خیلی طول میکشه تا اینی که یک شخصی چه خودش چه خانوادهش چه گروه سر کارش متوجه بشن که تمام اینها به خاطر این بوده که این داروها روز به روز زیادتر شده و عملا فانکشنالیتی طرف رو از بین برده. و اونجا خطرناکترینی که الان داره اتفاق میفته برای اشخاصی که دارن میمیرن و هیچ کس، همه شوک دارن میشن، بعدش که تازه طرف میمیره، حتی حالا مثلا پرنس یا خیلی از کسانی دیگه هم که بودن، بعدش که طرف میمیره تازه میبینن مقدار دارویی که این شخص داشته میخورده چقدر بوده و چقدر این داروها رو شاید حتی قاطی میخورده و روی هم داشته این اووردوس رو به وجود میآورده، که تازه داره چشما باز میشه سر این مسئله. حالا یه چیز دیگه به شما بگم که این امروز خیلی راجبه هارم ریداکشن صحبت کردیم، که این هارم ریداکشن ممکنه خود شخصو از خطرات مرگ و دوزی و چیزایی که نام بردید چیز ببره مسئول بکنه، ولی هارم ریداکشن خودش دلیل خطر در اجتماعه. اگر یادتون باشه فکر کنم 4-5 سال پیش یه دونه سمینار داشتیم با آقای دکتر کامران یدیدی، بله متوجه هستین، و آماری که ایشون میداد الان من خوب میتونم اینا میگم 40% از مردم وقتی دارن رانندگی میکنن نشن. من. و خود اینا که کسی که هارم ریداکشن میگه من روی نسخه هستم و فلانم، ولی عملا نشه است که پشت ماشین میشینه. باز یه دونه آمار دیگه هست که خب الان با ماریجوانا هم همین مشکل، بله هست. یه آمار دیگه هستش که DUI یعنی کشته شدن از طریق تحت تاثیر مواد مخدر الکل درصد بالایی رو تو آمریکا داره. ببینید تو تمام این مقالاتی که نشون دادن اون رو نیاوردن،
چون الان میگن آقا ما فوکوس داریم میکنیم روی کشنده های درد، نمیان فوکوس بکنن که آقا خب حالا سوباکسون میدی به طرف، ترامادول میدی به طرف، هر چی که میدی این نمیتونه درایو بکنه. روش هم نوشته که نمیتونن درایو بکنن، ولی خب گوش هم نمیدن، گوش نمیدن اشخاص، وگرنه اون رو روش نوشته شده. من فکرم الان یه مقدار زیادی وقتی که به این حالت دارن سعی میکنن که همه اشخاص دیگه بترسن و گوش بدن، مقدار زیادیش به خاطر اینه که اشخاص مسئله خود درد رو و داروهای درد رو بهش اونقدر به حالت زیان‌آور نگاه نمیکردن، همیشه فکر میکردن این التیام آوره تا زیان آور. امروزه فکر میکنم این زنگ خطرهایی که داره زده میشه اینه که شما عزیزان بدونید که داروهای درد هم اعتیاد میاره، اعتیادهای وحشتناک میاره و مرگ میاره. بیشتر این زنگ ها به خطر آوردن اینه که شما متوجه بشید که اگر هم این رو میرید از داروخانه میگیرید یا از دکترتون میگیرید درخواست میکنید، مسئولیت بدن شما و صحبت کردن با دکترتون راجع به اینی که کدومش اعتیاد میاره، چی کار میتونین بکنین اگه فکر میکنین که وصل شدین و اعتیاد دارین، و چه راههای دیگه‌ای رو میتونین برین که این درد شما رو کاهش بده به جایی که فقط و فقط از داروهای که درد رو کاهش میده استفاده کنین. این منظور آگاهی شما و منظور اینه که شما این جریان رو خیلی خیلی جدی بگیرید. مرسی از اینه که با ما بودید، مرسی از اینه که یک برنامه دیگه شما با ما بودید. تموم شد دیگه، خیلی به تو خوش گذشت، مثل اینکه به ما خوش گذشت، انشالله که به شما هم خوش گذشته باشه در این گفتار. تا هفته آینده، روز شبتون خوش، خدا نگهدار.